رسول خدا هر کسی رو میدید میپرسید اسمت چیه؟ سوال دوم میپرسیدن که شغلت چیه؟ و اگه ازدواج نکرده بودن تو سوال سوم متوجه میشدن که زن گرفتی یا زن نگرفتی، امر میکردن به ازدواج. و یکون و فقرا، اگر هم فقیر بودن میفهمیدن خدا شما رو غنی میکنه، والله واسع و علیم آیه قرآن. از دخترها نپرسیم که ازدواج کردی یا نه، خب ازدواج کن. خب دختر 30 ساله میگه دایی خواستگار ندارم، چجوری ازدواج کنم؟ ما عمده مشکل ازدواج کشورمون تو وقوع ازدواج عمدهش، یعنی نه که 100 درصدش، اغلبش با آقایونه. آقایونم یکی از اون پشتیبانهاشون برای عدم ازدواج مادرهاشون. این آماریه، چون پژوهش کنید خودتون به این برسید و اینو باید بگیم تا اصلاح بشه. یعنی آقایون تمایلی به ازدواج نداره، مادرهاشون نمیذارن که ازدواج بکنن، حمایت میکنن که ازدواج نکن. همون نگاه خودخواهانه ای که چرا، چون موفقیت تو مهمه، یکی دیگر هم بیاری بدبخت کنی. نه، یکی دیگر بیاری دوتایی با هم یه زندگی رو بسازین. اون فلج مغزی که نیستش، که اونم یه دختری استعدادش هم معمولا تو بیشتره. شما تو دانشگاهتون بهترین بچه‌ها که درس می‌خوندن دخترها بوده، تلاش میکنن، کار میکنن. تو ادارات، تو وزارتخونه هم دخترها بیشتر از بقیه کار میکنن. اگه دوتایی با هم تلاش کنن میتونن دوتایی با هم زندگی رو بسازن. مشکل ما همین مغالطاتی است که وجود داره، برداشت‌های غلط، ضرب المثل‌هایی که بعد ما منفعلیم،